سلام 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 خوش اومدین رادیوی یورلوک خوش این بار دیگه توی یک مسیر دیگه باهاتون همراه هستیم و اینکه این کانال و این شبکه رادیویی رو انتخاب کردین ازتون متشکریم خب با یه داستان حادثه دیگه خدمتتون رسیدیم داستانی البته حقیقی که زیاد شنیدیم ولی شاید شنیدن دوبارش بد نباشه برای اینکه تلنگری بخوره به ذهن به پس ذهن تا اگر پدر و مادر هستیم بیشتر مراقب باشیم و اگر که خودمون در دوران جوانی و نوجوانی هستیم حتما مراقب اعمال رفتارمون باشیم آموزش ببینیم رابطه ها رو بشناسیم و گول هر وعده وعیدی رو نخوریم و چون خودمون صادقیم فکر نکنیم بقیه مردم هم هر چیزی که میگن پاش هستن و انسانهای صادق و راست و درستی هستند اصرار به ازدواج دختر دانش آموز تهرانی با پسری که او را آبستن کرده دختر دانش آموز که با وعده شیطانی پسر جوان باردار شده بود مقابل قضات استاد و مدعی شد این پسر مرا با وعده ازدواج فریب داده است او باید با من ازدواج کند رسیدگی به این پرونده از هفته گذشته با شکایت دختر جوانی در یکی از محله های کرج شروع شد محاکمه یک ابلیس فرزانه سال سوم دبیرستان است او تازه همین چند روز پیش وارد 17 سالگی شده است او روی نیمکت داخل سالن دادگاه کنار مادرش نشسته و رنگ بر رخ ندارد اخربه های سنگین ساعت که چند دقیقه گذشت به سر جوانی با لباس راه راه آبی وارد راه را شد. هنوز وارد شعبه نشده بود که فرزانه او را دید و با نگاهی خشمالو دستش را آماده کرده بود تا سیلی محکمی به سیامک بزند. اما مأمور بدرقه اجازه نداد. منشی دادگاه شاکی پرونده را از پشت میزش صدا زد و فرزانه و همراه مادرش وارد جلسه دادگاه شد. سکوت سنگینی در جلسه حاکم شده بود و هنوز از شروع جلسه خبری نبود. رئیس دادگاه از پشت اینکش در حالی که اوراق دادخواست پرونده را میخواند سرش را به نشانه تأصف تکان داد. چند دقیقه بعد فرزانه را صدا زد تا به عنوان شاکی پرونده در جایگاه بیستد آنگاه از وی خواست شکایت خود را مطرح کند. فریب در راه مدرسه فرزانه با مکس چند ثانیهی در حالی که سرش پایین بود و صدایی گرفته دستش را به سمت متهم نشانه گرفت و مدعی شد این آقا زندگیم را نابود کرد. او با فریبکاری و نیرنگ من را به خانهش برد و به زور با من رابطه برقرار کرد. و بعد قول داد که با من ازدواج می کند. بعد از چند ماه از او خبری نبود در حالی که من بدون اینکه خودم بدانم باردار شده بودم و این ماجرا باعث شد از سوی خانوادم مورد تحقیر قرار بگیرم و دیگر نتوانم مدرسه بروم تا جایی که تصمیم گرفته بودم خودکشی کنم دختر نوجوان ادامه داد آقای قاضی قبول دارم اشتباه بزرگی مرتکب شدم اما این آقا مرا فریب داده است همه پیام های او را در پرونده موجود است و می توانید ببینید فرزانه به دادرسان دادگاه گفت من هشت ماه پیش وقتی که از مدرسه به خانه می رفتم، این پسر جلوی مرا گرفت و شماره تماس را به من داد از وقتی با او دوست شدم سرنوشت من سیاه شد او مرا فریب داد و با این ترفند که قصد ازدواج با من را دارد با من رابطه دوستی برقرار کرد. قاضی پرسید آیا خانوادت از این ماجرا خبر دارش؟ فرزانه جواب داد نه هرگز چون خانواده من مخالف دوستی با جنس مخالف هستند و من همیشه میترسیدم این ماجرا فاش شود. چند وقتی گذشت و بعد ماجراهایی در خانه من اتفاق افتاد که من به شدت افسرده شده بودم. از درگیری های پدر و مادرم خسته شده بودم آنها قرار بود از هم جدا شوند این ماجراها باعث شد من ناخواسته به این پسر که خودش را سیامک معرفی کرده بود پناه ببرم سیامک آنقدر به من محبت کرد که من دلباخته او شدم تا اینکه یک روز از من خواست تا به خانهشان بروم من از مدرسه که تعطیل شدم او سراغم آمد و با موتورش به خانهاش رفتیم اولش او گفته بود که مادرش در خانه است اما بعد که وارد خانه شدیم کسی در خانه نبود بعد او از من خواست رابطه برقرار کنیم من اصلا نمیخواستم ولی او با تهدید اینکه همه پیام هایم را به خانوادم نشان میدهد و آبرویم را میبرد به زور با من رابطه برقرار کرد بعد از این ماجرا که من به شدت افسرده شده بودم بیمار شدم و دائم دچار حالت تحوه بودم تا اینکه بعد از چند ماه متوجه شدم شکمم بزرگ شده. تازه بعد از دکتر رفتم بود که متوجه شدم بار دارم و دنیا روی سرم خراب شد. مادرم قضیه را فهمید و دیگر نمیدانستم چه کار کنم. وقتی ماجر را به سیامک گفتم او زیر بار نرفت و بعد گوشیش را خاموش کرد. من ماندم و موجودی که در رحمم بود. حالا آمدم از این آقا شکایت کنم. او بازور با من رابطه برقرار کرد و تازه به من قول ازدواج داده بود ولی بعد زیر تمام حرفهایش زد است آزمایش دی این ای. رئیس دادگاه از متهم خواست پشت میز محاکمه ایستد سپس گفت شما متهم هستید به ارتباط نامشروع و زنا آیا قبول داری متهم در حالی که صدایش میلرزید مدعی شد من قبول دارم با این دختر دوست شدم اما اگر رابطه ای برقرار شده با خواست خودش بوده است از کجا معلوم که جنینی که او مدعی است حاصل رابطه من با او باشد به دنبال اظهارات متهم شاکی پرونده از جایش بلند شد و گفت هاشا به مرامت این همه به من وعده دادی همش دروغ بود سپس رئیس دادگاه برای اینکه ادعای شاکی ثابت شود دستور داد بعد از تولد فرزند ناخوانده آزمایش دی مشخص شود که این فرزند برای متهم است یا نه آنگاه ختم جلسه اعلام شد و رسیدگی به این پرونده تا جواب آزمایش دی ای به زمان دیگری موکول شد نظر کارشناس قاضی فلاحی رئیس شعبه یکم دادگاه کیفری درباره چنین پرونده هایی گفت متاسفانه بخش اعظم چنین رابطه های نامتعارف و نامشروع حاصل عدم روابط درست و صمیمانه در خانواده است عدم مهارت در ایجاد رابطه دوستانه با دختران و پسران آنها را به سمت رابطه دوستی های نافرجام سوق خواهد داد دختران زیادی هستند که صرفا به خاطر وعده ازدواج اسیر دسیسه شیطانی پسران می شوند که سرانجام سرانجام ناخوشایندی برایشان به دنبال دارد خواسته های شیطانی با وعده های ازدواج به هیچ عنوان سازگاری ندارد بنابراین به دختران نوجوان و جوان توصیه می شود فری به این وعده ها را نخورند چرا که در نهایت آنها هستند که متضرر خواهند شد بله متاسفانه و دقیقا در جامعه ای که زنان ارزش خودشون رو ندارند یعنی نگاه به زن و مرد مثل نگاه انسانی نیست و نگاه جنسیتی هستش در نهایت این زنان هستند که بیشترین صدمه و آسیب رو میبینند چه آیندهشون چه حال حاضرشون همین نکتهی که میبینین یعنی این دختر باید چند ماه دیگه صبر کنه توی اون شرایط توی اون خانواده خانواده که قبلا هم تقریبا از هم پاشیده با این وضع قطعا فاجعه خواهد بود این بار رو باید تحمل بکنه تا در آخر آزمایش دی ای بدن تازه تا اون موقع معلوم نیست چه اتفاقی برای اون پسر بیفته نظر شما چیه؟ شما چقدر موافق ارتباط بین دو جنس هستید؟ این سوال رو هرچند اگر احمقان است میپرسم به این خاطر که خب شرط ایران با بقیه جاها فرق داره چقدر به آموزش دختران و پسرانمون باور دارید به عنوان یک پدر مادر یا خودتون به عنوان یک نوجوان و جوان آیا به نظرتون آزمای آموزش های دقیق در این رابطه رو دیده اینکه برقراری یک رابطه باید به چه صورت باشه یا حد و حدود و مرز رابطه دوستی ها به چه شکل باشه اصلا همچین چیزی نباید وجود داشته باشه خوشحال میشیم نظرات موافق و مخالف رو زیر همین ویدیو ببینیم و بخونیم تا ما هم و سایر شنوندگان استفاده کنند از اینکه همراه برنامه دیگر از رادیوی یورلوک بودید از شما سپاس گذاریم اگر از ویدیو خوشتون اومد مثل گذاشته لایک کنید آماده خوندن نظرات هستیم کانال رو اگه سابسکرایب نکردید ساب کنید مشترک کانال ما باشید این کانال متعلق به خودتونه امیدوارم توی این مسیر که این برنامه رو شنیدید خیلی خسته نشده باشید و طول مسیر به چشتون نیامده باشه بر حال عادت ما ایرانی است یا موزیک گوش میکنیم یا رادیو بخش داستانهاش تا درودی دیگر بدرود پاینده باشید و شات کام